نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت از کابل نیوز خوش آمدید. امروز سه‌شنبه 7 اوت سال 1400 برابر است با 8 مارچ 2022. مشروع خبرها با من روما عادل. سازمان ملل متحد میگوید که پس از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان صدها فرد ملکی کشته شده است. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگوید که از زمان حاکمیت طالبان در افغانستان به این سو بیش از 1000 تن کشته شدند که تنها 400 تن آنان از سوی گروه داعش به قتل رسیدند. سازمان ملل همچنان گفته است که در این مدت با وجود کاهش سطح خشونت ها، سطح تلفات افراد ملکی نیز پایین آمده است، اما طالبان در برخی موارد حقوق بشری را نقض کرده و به شمول آزادی زنان برخی حقوق فردی را سلب نمودند. اما امارت اسلامی این گزارش سازمان ملل را رد می کند و آن را تبلیغات می خواند و می افزاید که پس از حاکم شدن امارت اسلامی در کشور، سطح تلفات افراد ملکی به صفر تقرب کرد. سازمان ملل برای نخستین بار در گزارش ارقام تلفات ملکی را در حاکمیت 7 ماهه طالبان نشر کرده است. سازمان ملل در این گزارش تازه خود میگوید پس از آن که طالبان بر افغانستان حاکم شدند، بیشتر از 1000 تن در این کشور کشته شده است که از جمله تنها داعش در کشتن 400 تن دخیل بوده است. در این گزارش آمده است که در این مدت با کاهش خشونت ها سطح تلفات افراد ملکی نیز کاهش یافته است، اما نیروهای امارت اسلامی در بخش حقوق برخی حقوق فردی را از مردم گرفتند. پس از آن که طالبان به قدرت رسیدند، سطح تلفات افراد ملکی در افغانستان کاهش یافته است، اما با وجود این همه در این مدت 1100 تن کشته شده است که 400 رویداد آن از سوی گروه داعش صورت گرفته است. سازمان ملل میگوید که در این مدت برخی افراد از سوی طالبان ناپدید و به اعمال زور به محلات نامعلوم برده شدند. در همین حال امارت اسلامی این گزارش سازمان ملل را رد می کند و آن را شایعات و معلومات نادرست می خواند، اما می افزاید که پس از حاکمیت امارت اسلامی سطح تلفات ملکی به صفر رسیده است. دغه ډول راپورونه په حقیقت کې په نادرستو ناسمو او تخمینی معلوماتو باندې ولاړ وي. نو بنا دغه ډول راپورونه موږ مخکې هم رد کړي دي او بیا هم ردوو. د افغانستان اسلامي امارت چې کوم تعهد کړی دی او کوم عفو شوی ده، هغه ته پوره التزام لري. در همین حال آگاهان امور سیاسی و بین المللی نشر گزارش سازمان ملل را بخشی از جنگ روانی جهانیان می خوانند و می گویند که ارقام نشر شده در رابطه با تلفات افراد ملکی ابعاد سیاسی دارد. کوم راپور چې د ملل متحد له طرفه خپور شوی، اکثرا دغه راپور ملل متحد هغو افرادو له طرفه له اړخه لاسته راوړلی کوم افراد او اشخاص چې په افغانستان کې د دغه موجوده نظام پر مخالفت قرار لري. په نړیوال کچه یو رواني جګړه شروع کړې. البته چې پیښې صورت موندلی دی، داسې پیښې چې تلفات یې درلودلی دي، د داعش د حملو څخه رانیولې بیا تر فردي عمله پورې، بیا د طالبانو د فردي اشتباهاتو څخه تر لاندې کچې پورې، ولې په هیڅ صورت باندې تاسو نسئ کولی د هغه څه سره مقایسه کوي چې د امریکایي قواو د اشغال، د بمبار، د جګړې، د حکومت او د طالبانو ترمنځ د جګړې په نتیجه کې ملکي افغانانو ته ضرر رسېدلی. سازمان ملل در رابطه با تلفات افراد ملکی هنگام حاکمیت طالبان در حال ابراز نگرانی می کند که مقام های امارت اسلامی در اظهارات پی هم خود گفتند که امنیت در افغانستان تأمین شده و سطح تلفات ملکی و تنش ها به صفر رسیده است. چین از امریکا می خواهد که دارایی های غصب شده ای افغانستان را هرچه زودتر آزاد کند. وزیر خارجه چین می گوید با وجود این که امریکا به گونه غیر مسئولانه از افغانستان بیرون شده، افغانان را در بحران بد بشری تنها گذاشته و علاوه بر این دارایی های مردم افغانستان را خلاف تمامی قوانین نیز غصب کرده است. از سوی دیگر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که تکتیک فشار در افغانستان نتیجه نمی دهد و امریکا باید پولهای منجمد شده ی افغانان را بر اساس توافقنامه دوحه آزاد کند.
پس از تاکید و خواستهای پیهم برخی کشورهای جهان در رابطه با رهایی ذخایر پولی غصب شده افغانستان از سوی آمریکا، کشور چین نیز از آمریکا خواسته است که ذخایر پولی افغانستان را آزاد کند. وانگی وزیر امور خارجه چین به یک نشست خبری در بیجینگ گفت آمریکا به گونه مسئولانه از افغانستان خارج نشده است و افغانان را در بحران بد بشری رها کرده است که برای رساندن کمک ها به آنان مشترکاً با کشورهای همسایه کار می کند. وانگی از آمریکا خواسته است تا ذخایر پولی منجمد شده افغانستان را بدون قید و شرط آزاد کند. امریکا به گونه غیر مسئولانه از افغانستان خارج شد. افغانان را در فاجعه بد بشری تنها گذاشت که با این اقدام خود برای کشورهای منطقه مشکلات امنیتی ایجاد نمود. ما از امریکا می خواهیم که ذخایر پولی منجمد شده افغانستان را هرچه زودتر آزاد کند و وضع تحریم ها بر افغانان را رفع سازد. وزیر امور خارجه چین همچنان میگوید بیجینگ میخواهد که در ماه جاری نشست وزیران امور خارجه کشورهای منطقه را به هدف کاهش بحران بشری در افغانستان و حل نگرانی های امنیتی برگزار کند تا در مورد این مسائل صحبت کنند. در همین حال امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در یک نشست آنلاین بر وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده و برای بهبود این وضعیت بر همکاری کشورهای منطقه تاکید نموده است. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر منجمد شدن ذخایر پولی افغانان را از سوی آمریکا اقدام ظالمانه می‌خواند و می‌گوید منجمد شدن ذخایر پولی افغانستان عمل خلاف توافقنامه دوحه است و آمریکا باید در این مورد بر تصمیم خود تجدید نظر کند. با افغانستان باندې نامواجه بندیزونه لګول سوی دي. د افغانستان بانک پښتوانه چې هغه د افغانستان د ولست ملکت دی هغه کنګل سوی ده. دا ټول د دوحې د توافقنامې سره په ټکر کې دي. موږ امید لرو چې دغه هیوادونه بیرته په خپل موقف باندې غور وکړي. په افغانستان کې د فشار تکتیک کار نه ورکوي. آگاهان امور اقتصادی از هر خواست که به هدف رهایی ذخایر پولی افغانستان از سوی کشورها و سازمانهای جهانی می شود استقبال می کنند، اما می گویند که افغانان در شرایط کنونی برای رهایی ذخایر پولی منجمد شده نیاز جدی دارند. این دو حرف داره ای خواست چین. اولش که فشار بالا از ولایت متحده آمریکا به منظور نوع ضربه وارد کردن بالای حریف کلان جهانیش است و دومی که کمک به مردم افغانستان است تا بتونه و مردم افغانستان که همسایش است او را در حقیقت کمک کنه. افغانستان خلق فعلی شرایطو که بد اقتصادی وضعیت که قرار لری او دغه پیسو او مرستو تا شدیدن ارتیا لری. قبل از خواست چین در مورد رهایی ذخایر غصب شده ی افغانستان از سوی آمریکا، جو بایدن رئیس جمهور این کشور با صدور یک فرمان از جمع 7 میلیارد دلار منجمد شده ی افغانستان 3.5 میلیارد دلار را به کمک‌های بشری و همچنان 3.5 میلیارد دلار دیگر آن را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر اختصاص داده است. زنان افغان میگویند که امارت اسلامی باید حقوق اساسی آنان را بدهد. تاریخ 8 مارچ که برابر است با روز بین المللی زن، شماری از زنان افغان میگویند آنان از امارت اسلامی خواهان حقوق اساسی خودند. زمینه یک کار و تعلیم را باید برای آنان مساعد کند و امارت اسلامی از خواستهای زنان و نقش آنان استفاده نماید. یونما با نشر اعلامیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن گفته است که وضعیت زنان و دختران در افغانستان قابل نگرانی است، زیرا آنان به حقوق و فرصت‌های خود دسترسی ندارند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در پیامش به مناسبت روز جهانی زن دختران را به آموزش و با برادرانشان برای آبادی افغانستان فراخوانده است. در همین حال امارت اسلامی میگوید که به حقوق شرعی زنان افغان متعهدند و زنان افغان می توانند حقوق مشروع خود را بخواهند. تاریخ 8 مارچ که مصادف است با روز جهانی زن، این روز در سال جاری در حال فرا می رسد که امارت اسلامی بر افغانستان حاکم است.
دفتر سازمان ملل یا یونما در افغانستان با نشر یک اعلامیه در مورد وضعیت زنان افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که زنان افغان چون گذشته به حقوق و فرصتهای خود در افغانستان دسترسی ندارند. در همین حال سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که یک مکانیزم نظارتی باید به هدف بررسی وضعیت زنان در افغانستان ایجاد شود. چیزی که ما امروز در افغانستان شاهد آن هستیم یک بحران فاجعه بار است. همه مردم در کشور از بحران کنونی متاثر گردیدند، اما به ویژه وضعیت زنان و دختران نگران کننده است، زیرا دسترسی آنان به حقوق و فرصت‌هایشان محدود گردیده است. با شمول تلاش های منطقوی و جهانی برای مسئولیت حقوق زنان و دختران و مداخله های چند جانبه نیاز است. به طور مثال یک مکانیزم نظارتی به رهبری سازمان ملل باید ایجاد شود تا وضعیت زنان را بررسی و طالبان من حیث حساب دهنده خوانده شوند. در همین حال حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان با نشر یک پیام به مناسبت 8 مارچ دختران افغان را به آموزش فرا خوانده و گفته است توقع دارد که دختران افغان به تحصیلات عالی آراسته شوند و با برادران خود یکجا در آبادی و رفاه کشور فعالانه سهم بگیرند. مراتب تبریکات و تمنیات نیک خود را به مناسبت 8 مارچ روز جهانی زن و تمامی زنان و دختران افغانستان ابراز می‌دارم. ضمن اینکه در سراسر کشور دختران را به کسب علم و دانش فرا می‌خوانم، آرزو دارم تا دختران این سرزمین با دست یافتن به عالی‌ترین درجات تحصیل شانه به شانه با برادران خود در ترقی و آبادی کشور سهم فعالانه بگیرند. در همین حال برخی از زنان افغان به هدف تجلیل از روز 8 مارچ در اینجا تجمع نموده و از امارت اسلامی در کنار حقوق خود خواهان تعلیم و کارند. زن یک متاع نیست که ما زن پیش کنیم و در مقابل از او جنس ما فروخته شود. ما زن پیش کنیم و در مقابل از او اهداف ما برآورده شود. زن وقتی که ازدواج کنه در اسلام چنین نیست که از تمام ملکیتش میگذره، خلاص کل ملکیت مربوط شوهر باشه. زن اختیار در قسمت مالش نداشته باشه. اقسم یک چیز نیست در اسلام. ما نمیتوانیم تهاجم فرهنگی، توهین به انجام‌های اصلی اسلامی و سنتی خود را تحمل کنیم. چی توسط افراد خارجی تحت لوای حقوق بشر و چی توسط افراد محدودی که از نظر فرهنگی به نام آزادی بیان و بردگی کشیده شده اند تا در خدمت منافع شخصی خود باشند. در همین حال فعالان حقوق زن میگویند که آنان از امارت اسلامی خواهان حقوق اساسی خودند تا زمینه کار و تعلیم را برای آنان مساعد کند و همچنان از خواستها و نقش آنان باید استفاده کند. زنان افغانستان به عنوان نیم پیکر جامعه افغانستان انتظار دارند که از ابتدایی ترین حقوقشان به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک افغان بتانن مستفید شوند و جنسیتشان باعث محرومیتشان از امتیازات و حقوقشان در جامعه افغانستان نشود. از سوی دیگر، امارت اسلامی میگوید که وادادن حقوق شرعی زنان متحد است و زنان افغان میتوانند خواهان حقوق مشروع خود شوند. امارت اسلامی افغانستان خود را به عطای حقوق شرعی همه زنان افغان متحد می داند. روز جهانی زن فرصت بهتری برای این است که زنان افغان خواهان حقوق شرعی خود شوند. ما از حقوق زنان افغان پاسداری می نماییم. خدا حق سوک دکنه چی که خدا نوائی دی مگا جان دی مگا جولان بیانده و آقوه دیر بنام گره و دیر بنام گره و دا تشت بهتر معلومه چی خدا پسلام تو تم را حیثیت و تم را حقوق لی. 8 مارچ از سوی سازمان ملل در سال 1975 رسماً به روز جهانی زن مسمی شد و پس از آن این روز هر سال به سطح جهان به هدف مسئولیت حقوق زنان تجلیل می شود. بانک انکشافی آسیا می گوید تا زمانی که طالبان به رسمیت شناختن نشده باشند امور پروژه توپی را آغاز نمی کند. رسانه های پاکستانی از قبل مقام های بلند رتبه این کشور خبر داده است که تمامی امور مالی پروژه توپی را تا زمان به تعویق می اندازند که حکومت طالبان به حیث حکومت مشروع افغانستان از سوی سازمان ملل و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان به رسمیت شناخته نشود. این در حال است که چند روز قبل در این رابطه میان مقام های بلند پایه ترکمنستان و پاکستان در اسلام آباد گفتگو نیز شده است. امارت اسلامی و مقام های ترکمنستان و هند تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند.
برخی رسانه ها گزارش دادند که بانک انکشافی آسیا تا زمان امور عملی پروژه تاپی را آغاز نمی کند که امارت اسلامی من حیث دولت مشروع افغانستان از سوی ملل متحد و کشورهای اقتصادی بزرگ جهان به رسمیت شناخته نشده باشد. یک مقام بلند رتبه وزارت انرژی پاکستان به رسانه ها گفته است که بانک انکشاف آسیا که من حیث بزرگترین تسهیل کننده و هماهنگ کننده پروژه عمل می کند امور تاپی را به تاخیر انداخته است. این مقام پاکستانی که نامش ذکر نشده گفته است برای این که بزرگترین بخش پایپلاین توپی از خاک افغانستان عبور می کند، بانک انکشافی آسیایی حاضر نیست در کشور که از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده باشد سرمایه گذاری کند. بانک انکشافی آسیایی که امور مسئولیت مالی پروژه توپی را بر عهده دارد، امور این پروژه را به تاخیر انداخته و تا زمانی بر این پروژه سرمایه گذاری نخواهد کرد که دولت افغانستان به سطح جهان به رسمیت شناخته نشده باشد. این در حال است که در این مورد میان مقام‌های بلند رتبه ترکمنستان و پاکستان در اسلام آباد صحبت شده است. قرار است که این پایپلاین از طریق ولایات هرات، فرا، هلمند و کندهار افغانستان بگذرد. در جوب ایالت بلوچستان، سپس از دیره اسماعیل خان خیبر پشتونخوا تا ملتان پنجاب و از آنجا تا سرحد هند امتداد می‌یابد. عدم علاقه‌مندی بانک انکشافی آسیا در این پروژه سبب می شود که پروژه توپی بار دیگر تا مدت نامعلوم به تأخیر بیفتد. امارت اسلامی تا اکنون در این مورد چیزی نگفته است، اما این نگرانی ها در حال است که امیدواری های افغانان برای تطبیق عملی امور پروژه توپی افزایش یافته بود و افغانستان در صورت عبور این پایپلاین در کنار میلیون ها دلار صدها متر مکعب گاز را نیز به دست خواهد آورد. در چهارمین نشست صندوق جمع‌آوری کمک‌های بشری به افغانستان در دوحه، اعضای این نشست در مورد چگونگی جلب کمک‌ها به افغانان بحث و گفتگو کردند. بر بنیاد گزارش‌ها 14 نهاد سازمان ملل متحد عضویت این نشست را دارند و در مورد وضعیت بد بشری در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اعضای این صندوق تعهد نمودند که برای جلب کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان برای سپردن تعهد کشورهای جهان تلاش میکنند. این در حال است که جنگ و تلفات افراد ملکی کاهش یافته، اما باز هم فقر در این کشور افزایش یافته است. وزارت معدن و پترولیم میگوید که برای ایجاد فرصت‌های کاری در کشور تلاش میکنند تا تمامی معادن افغانستان را به داوطلبی بگذارند. شهاب‌الدین دلاور میگوید که مساعد نمودن فرصت‌های کاری برای مردم اولویت آنان است و در داوطلبی‌ها نیز به شرکت‌های افغانی اولویت داده می‌شود. در همین حال یک شرکت در ننگرهار در به دست آوردن قرارداد معادن نفرایت برنده اعلام شد. روند داوطلبی معدن نفرایت سپین مرجیت ننگرهار. حدود 18 شرکت در این داوطلبی وزارت معادن و پترولیم اشتراک کردند که از جمع آنان یک شرکت توانست قرارداد استخراج این معدن را به دست بیارد. بر اساس این قرارداد شرکت برنده یک تن نفرایت را در بدل 500 افغانی استخراج میکند. سرپرست وزارت معادن در آینده نزدیک از آغاز عمر استخراج معدن در تمام ولایت کشور خبر میدهد. په دې د طالبۍ کې د خلک کینی چې هغه دومره جګ نرخ لیکي چې دا د نورو نه وګټي او بیا خپل کار نشي کولی. زه اوس د دوی په مخ کې درې څلور نرخه دلته لیکم، دغه درې واړه به یو باندې ګوته ږدي، په خولې به نوی ګوته شي. دغه هغه زه پټ لیکم، دلته به یښي لیغه نرخ نه جګ چې چا نرخ ورکړی و هغه دې ناکام وي. مقام های وزارت معدن و پترولیم میگویند با وجود اینکه شرکت های خارجی برای استخراج معدن افغانستان علاقه‌مندی زیاد دارند، اما مقام ها میگویند شرکت های افغانی اولویت آنان است. زوغ به داخل ملت من ریشخند نوی اما شده دوی تو میاری اعلان کردی، بیا دوی درخواستون جمع کردی، بیا دوی پروپوزل جمع کردی، بیا پا دوی بندی یار نرخ معلوم کم جگ نرخ دادا، بیا نتا تا مثلا 500 روپیه به جگ که یک تا پا مخ دیگه خواسته دا خود دیستو لک بودی ملت زرشخند بود بودی ملت منی مگو اشخند نوی مقتدار طول قدر من دیدار تاسل دقی جنی ولی تر دقی جنی طول دی مگو رونه یاو شایران یاو شایران ایس مال پار دلتا افغان یاو شایران.
وزارت معادن و پترولیم میگوید آنان با عقد قراردادهای استخراج معادن تلاش میکنند تا فرصتهای کاری در کشور ایجاد شود و از سوی دیگر حکومت نیز یک اندازه عواید به دست بیاورد. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که در زمستان سال جاری با 142,000 خانواده که در اثر حوادث طبیعی آسیب دیدند کمک های بشر دوستانه نموده است. شرف الدین مسلم معاون این وزارت هنگام یک نشست خبری در مرکز رسانه ها و اطلاعات گفت که در هماهنگی با دفاتر سازمان ملل متحد بر 142,857 خانواده کمک‌های بشر دوستانه توزیع شده و اکنون نیز این روند جریان دارد. این در حال است که در زمستان سال جاری رویدادهای زیاد طبیعی رخ داد و تا اکنون به دلیل آن 85 تن هلاک و 75 تن دیگر زخمی شده است. حوادث طبیعی پدیده ای که در هر فصل سال علاوه بر خسارهای مالی تلفات جانی نیز بر افغانان وارد میکنند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث میگوید که بر 142,000 خانواده‌ای که به دلیل حوادث طبیعی خسارمند شده بودند با همکاری سازمان ملل و نهادهای دیگر جهانی کمک‌های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی توزیع شده است. د ملګرو ملتونو دفترونو او موسسات لخوا پیشته رسیدو په چارو کې دولت وزارت همغږی د یو لک دو څلور زره اته سوه اووه پنځوس کورنیو سره چې یو میلیون انسانان کیږي د خوراکي او غیر خوراکي او نقده پیسو مرسته سوې ده. مسئولان این وزارت میگن که در بخش مبارزه بر ضد حوادث طبیعی در کنار آگاهی عامه برنامه های زیاد دیگر را نیز روی دست گرفتند. به گفته یاران در سال آینده پلان دارند تا کمک های مورد نیاز را بر 150,000 خانواده توزیع نمایند. کال څوارلسو یو کان لپاره د فراختیا پلان وړاندوینه او طرحه کول چې په ولایاتو کې د پیښو مدیریت د اساسي ودانۍ رغول پکې شامل دي او همدارنګه د پیښو له خطر سره مخامخ او زیانمنکو ولایاتو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د زیرمه کولو د لس هنګرونو رغول. این در حالی است که افغانستان در زمستان جاری شاهد حوادث زیاد طبیعی بود که تا اکنون در نتیجه آن 85 تن جان باخته و 75 تن دیگر زخمی شده است. ادامه خبر. سومین مرحله گفتگوهای میانجیگران روسی و اوکراینی پایان یافت، اما هیئت روسی میگوید آنچه توقع داشتند به دست نیاوردند. در همین حال هیئت اوکراینی مرحله سوم گفتگوهای دو طرف را مثبت خوانده است، اما یک مشاور رئیس جمهور اوکراین میگوید که در سومین مرحله گفتگوها برای پایان درگیری ها پیشرفت های مهمه صورت نگرفته است. با وجود این که مقام های اوکراین در مورد مرحله بعدی گفتگوها چیزی نگفتند، اما یک میانجی روسیه به تلویزیون دولتی این کشور گفته است که مرحله چهارم گفتگوها به زودی در بلاروس آغاز خواهد شد. از تاریخ 24 فوریه که روسیه بر اوکراین حمله کرده است، به این سو طرفین مذاکرات از هر دو کشور سه دور گفتگوها را در بلاروس برگزار کردند. از سوی دیگر سازمان بین المللی مهاجرت در اظهارات تازه خود گفته است که تو اکنون 1,700,000 اوکراینی از اوکراین مهاجرت کردند و با گذشت هر ساعت تعداد افراد که این کشور را ترک می کنند افزایش می یابد. در همین حال گزارش ها حاکی است که حملات روسیه بر اوکراین به شدت ادامه دارد. ممنون از توجهتان. به خبرهای این ساعت وقت خوش. خدا نگهدار.